درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر روان همه جانباختگان ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح. من اسدالله نصر استانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه ویژه که به خصوص در مورد این برنامه ریزی برای استقلال کردستان عراق مطرح شده، من از دو شخصیتی که در این زمینه تبحر دارم و بررسی کردن دعوت کردم که در این برنامه شرکت بکنن. گفتار اول با جناب آقای دکتر کاوه فرخ، همونطور که اعتراض دارن بینندگان، ایشون استاد دانشگاه هستن در ونکوور و تخصصشون ایران شناسی و باستان شناسی است و کتاب‌های متعددی در این زمینه منتشر کردن که در جلسات گذشته بنده به اطلاع بینندگان رسوندم. در صورت ایشون پسر فریدون فرخ، دیپلمات ایرانی هستن، سفیر ایران در آلمان شرقی و نوه آقای فرخ مشهور، آقای مهدی فرخ، سناتور، رئیس شهربانی و سفیر در کشورهای مختلف بودن. در صورت چون وقت ما محدود هست، من معرفی رو خیلی خلاصه میکنم و میرم به سراغ سوالاتی که من از جناب دکتر فرخ دارم. من سه تا سوال مطرح میکنم، امیدوارم که مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر احمدی هم که با چهره ایشون همه بینندگان آشنا هستن و سخنگوی سازمان ایران پاد و از سازمانهای جبهه هماهنگ مبارزان هستن، ایشون هم بشنوند، چون همین سوالات رو بنده میخواستم ایشون هم نظر خودشون رو بگن. جناب دکتر فرخ تشریف دارین؟ بله، درود بر شما. درود بر جناب عالی، بسیار سپاسگزار که در این برنامه شرکت فرمودید. بنده سه سوال هست برای اینکه وقت گیری نشه و جناب دکتر احمدی هم فرصت داشته باشن نظرشون بگویند. اینه که من هر سه سوال یکاسه خدمتتون عرض میکنم. پرسش نخست، همونطور در اسلاید پنج بینندگان میبینن، این است که مسعود بارزانی، پسر اون مصطفی بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، به مجلس محلی خودشون، مجلس همون اقلیم، دستور داده ترتیب برگزاری همه پرسی برای استقلال کردستان را هر چه زودتر بدهند. حالا درسته که مسائل عراق به ما و این برنامه براندازی ما ارتباط مستقیم نداره، ولی از اونجا که تضییع طلبان کرد به طور کلی در پی تشکیل کردستان بزرگ در مورد کردستان عراق و ایران و ترکیه هستند و همینطور با توجه به اینکه در نقشه کردستان بزرگ در دفتر کار بارزانی آذربایجان غربی جزو خاک کردستان بزرگ منظور شده و این درست همون نقشه برنارد لوئیز یهودیون اصل انگلیسیه. البته من توضیح بدم، در نقشه برنارد لوئیز به طوری که خواهیم دید در اون نقشه حتی کرمانشاه و لرستان هم جزو این برنامه کردستان بزرگ منظور شده. در صورت با این توجه به این، آیا این کار و این پیشنهادی که اینها دارن میکنن مقدمه تجزیه کشورهای خاورمیانه از جمله ایران نیست؟ درست سوال مفصل بود، ولی برای صرف جویی در وقت من سوال بعدی رو خدمتتون مطرح میکنم. سوال دوم، پرسش دوم این است که نقش عربستان سعودی، قطر، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان، کشورهای اروپایی و آمریکا، به ویژه کشور اسرائیل، در پیشبرد یا در واقع پیاده کردن طرح برنارد لوئیز در راستای تجزیه ایران چیست؟ و سوال آخر این است که جمهوری اسلامی غیر ایرانی، واقعا غیر ایرانی هستن اینا، با برنامه ریزی همه جانبه تخطئه فرهنگ کهن ایرانی از جمله تاریخ و بزرگان تاریخ و همینطور که میبینیم حمله گهگاه میکنن به رضا شاه و سیستم رژیم گذشته و همینطور کوروش بزرگ و روزهای بزرگ ملی ایرانیان رو از همون سالهای پس از شورش آغاز کردن و هر بار این مسئله رو به رنگ دیگری با عنوان دیگری حتی خودشون رو مخلوط میکنن با این قضیه
به عنوان مخالف نشون میدن، ولی در هر صورت این مسئله رو به شدت دنبال میکنن. خب به اینها اون چنان حرجی نیست، ولی سوال اینه که نقش آکادمیسیان ها و دانشگاهیان مزدور در این خیانت و تخریب چیست؟ خیلی متشکر جناب دکتر فرخ، لطف بفرمید و این مطلب بفرمید. خیلی سپاسگزارم. حتما سوال سوم که من فکر میکنم یک در واقع یک برنامه دیگه تبدیل بشه، چون بسیار بزرگ است، ولی میتونم به طور فشرده بگم که کارهای آکادمیکی که متاسفانه داره به دست برخی از حالا دوستان انجام میشه مخرب هست برای ایران و به نفع تجزیه طلبان و نقشه برنارد لوئیس هست. ولی صحبت برنارد لوئیس شد و سوال اول شما برای کردستان، باید متوجه باشیم که این پایه‌ریزی این کار قدمت زیادی داره، برای اینکه باید برگردیم بعد از جنگ جهانی اول، البته قبل از اونم همینطور، رول البته تزارهای روسیه و عثمانی‌ها خیلی سعی می‌کردن کردهای ایرانی رو فقط جدا بکنن، بنگاه‌های فرهنگی درست می‌کردن در ایران. شما که می‌دونید که زمان قاجار واقعا هر کی میتونست تاخت و داد کنه، حتی قبل از جنگ جهانی اول. این البته یک مباحث زیادی است، من فشرده اینو میگم. بعد از جنگ جهانی اول خانومی به اسم گرترود بیل، این در واقع لورنس عربستان زن هستش و با بریتیش اینتلیجنس بعد از جنگ جهانی اول و دهه 1920 و در واقع بعد از جنگ رول مهمی داشت برای اختراع کشور عراق، یا بگیم مزوپوتامیا رو سعی کردم بچسبونم به عراق کنونی. ولی خب نقشه این بود که خب عرب و کرد با هم خب خیلی متفاوتن، کردها ایرانی هستن فرهنگشون، راههایی باید پیاده میشد که اینها رو متحد کنن زیر یه پرچم، و راش این بود که البته اسم مزوپوتامیا بیاد و تمام سیستمی بود که کردها رو دور بکنن از ایران. این کاریست که حزب بعث ادامه داد و یه مقداری اختراعات البته آکادمیک شروع میشه. یعنی در واقع همه این کارها رو که شما به طور خلاصه بگم اینه که همیشه این رنگ ایرانی مسائل تاریخی رو شما یواش یواش کم میکنید، یه واژه دیگه بهش میدید. بعد حزب بعث یکی از برنامه هایی که خیلی تونست پیاده کنه این بود که کوروش رو شکبید و ایرانیان دشمن کردها هستن و این این پروپاگاندای شوروی هستش که در واقع میگفتش که مادها ایرانی نیستن و مادها تحت ستم پارسیان بودن و اینو صادر میکنن به آذربایجان، البته قلابی باکو که آران هستش، و سعی کردن به آذری واقعی خودمون در ایران و البته کردها. این واژه کما اینکه متاسفانه من خیلی دیدم، نمیگم همه، ولی این باورها و یک نوع تاریخ اختراعی هم داره از اون ور ایجاد میشه. البته میبینیم که یه تاریخی برای این به فلسفه ساختگی هست. خیلی الان من البته درصد نگرفتم، دکتر احمدی البته خیلی اخیرتر خواهد بوده اطلاعاتشون، من فقط با شاگردانی که کم و بیش مثلا سر کار داشتم که مال کردستان عراق بودن، نه همشون، ولی یه عده‌ایش من دیدم که واقعا به این باور هستن که کردستان یک کشور کهنه است و اولین نقشه کردستان که ما الان می‌بینیم به تحریر برنارد لوئیس، بریتیش جیوگرافیک سوسایتی قبل از جنگ جهانی اول، حالا به خاطر نمیاد 1905 بود یا 1908 یا 6، ولی قبل از جنگ جهانی اول بود. بعضی کردها هم دیدم که تعجب میکنن که با ایرانیان بچه مشترک دارن، نه همشون البته. بعد اون تجزیه طلب هایی که شما البته صحبتشون کردین در واقع در این اعتقاد هستن که ایرانیان دارن اشغال میکنن به اصطلاح سرزمین مثلا افسانه ایشون، ولی البته خب این یک کشوری هم که خیلی پشت سر این کار چندین دهه بوده، یکی همسر فرانسوا میتران بودش که یکی از افراد برجسته که فرانسه خیلی دنبال این کار هست، ولی همیشه نگاه میکنین که میبینین که یه رول اقتصادی هست. برنارد لوئیس که ما صحبتشو میکنیم
این نقشه برنارد لوئیس در واقع خیلی قدمت داره. اوایل مثلا زمان فاتالیستا بخوام بگیم early 1800 مثلا 1800 یعنی دیگه داشت جنگ های با روسیه شروع میشد، قشنگ شما میبینین که خود مورخین انگلیسی مثل پروفسور انگرام قشنگ میگه the British would regularly toy with the idea of partitioning Persia، یعنی خیلی این ایده رو همیشه داشتن که ایران رو تجزیه کنن. یه چیز خیلی قدیمی هست. همونطور که شد هرات مال ایران هست، یعنی استان ایران میشه گفت هست و مجبور شد ایران اینو البته تسلیم بشه در عهدنامه فکر کنم 1857 بود در پاریس که اختراع کشور افغانستان اونم میتونیم بگیم، یعنی در واقع کشور اختراع، یعنی در واقع ایران همیشه تیکه تیکه قیچیش کردن. شما نگاه کنید سیستان و بلوچستان، نصف بلوچستان امروز در پاکستانه. پاکستان هم یک کشور میشه گفت قلابی است. پاکستان شما تو تاریخ اصلا نمیبینی. بعد شما 1905 بود فکر میکنم یا 7 که انگلیس و روسیه اصلا نقشه میدن بیرون که برای تجزیه ایران. بعد شما اتفاقا یک کتابی در اومده که در واقع المن و المن زن شوهر هستن، دو تا پروفسور دقیقا میگن که نقشه انگلیس ها برای جنگ جهانی اول برای ایران این بود که ایران به کل به هر جو مرج بره و برای انگلیس اینو یه چیز منفعت آمیز میدیدن برای منافعشون. پس میبینیم که این یه چیزیست که قدمت زیادی داره. نقشه برنارد لوئیس البته خیلی به طور فشرده بگیم خیلی به صراحت اینه که دولت انگلستان معمولا هم از راه های آکادمیک باید سعی بکنن که اختشاش ایجاد کنن در دروس های لبنان، بلوچیا، آذربایجان، آذربایجانی ایران، علویان سوریه، کوپت ها، سودان، عرب و غیره و مخصوصا یک نوع چیز تجزیه طلبی ایجاد بشه ما بین کردهای ایران، آذری، بلوچیا. ولی موضوع اینجاست که هدف تجزیه فقط ایران نیست، پاکستان، عراق، سوریه، ترکیه. البته در مورد ایران و ترکیه خب ترکیه البته قدمت ایران رو نداره ولی خب کشور جدید التأسیس هم نیست، یه نوع در واقع بازمانده زمان عثمانیه. خب این همطور که میبینین سوریه و عراق تجزیه شدن. الان تا اونجایی که من دیدم، من باز این شاگردان سوال میکردم، خیلی از این جوانای کرد عراقی عربی دیگه بلد نبودن چون اونجا تدریس نمیشه در اون منطقه. این خیلی در واقع اونجا دیگه فقط با یه نخ وصله میشه گفت، یه نخ سیاسی به بغداد و انگدال هم همینو همطور بررسی کرده و گویا این نقشه رو دیده بوده، تو کتابش هم نوشته بود که باید همش سعی بکنن این سیاست رو ادامه بدن و هدف اینه که این کشورهای تأسیس شده مثل ایران مثلا کاملا از بین برن، یعنی بالکانیزه کردن تمام این منطقه از راه قبیله‌ای و مذهب. همینی که داریم میبینیم با گروه داعش، گروه داعش در واقع یکی از ابزاری است که با این کار داره انجام میشه. حتی 1980 خیلی ها فکر میکنن که حمله عراق یک حمله ارتش عراق مثلا با نقش خودی بود. این راست نیست. روزنامه نیویورک تایمز عجیب بود، درست بعد از حمله مقاله چاپ کرد اکتبر 16 1980. نیویورک تایمز، من اون موقع دانشجو انگلیس بودم و یکی از همین پروفسورایینو به من داد، یه آقای انگلیسی بودن که خیلی ایران دوست بودن، بعد قشنگ نوشته بود که انگلیس ها در 1950 آرتششون با مانو و با متخصصینشون نقشه حمله عراق رو ریخته بودن و اصل کار 1937 برمیگرده به این نقشه، یعنی زمان رضا شاه. حتی اینا در واقع هدفشون این بود که عراق یک حمله فوری بکنه، خوزستان اشغال بشه، ایران هم مجبور شه تسلیم بکنه این استان رو که بعد البته بعد یه سلسله استانهای دیگه هم جدا بشن. پس میبینیم که این یک نقشه خیلی قدیمی است.
و اسم برنارد نقش برنارد لوئیس چندین اختراع شده دوباره به چندین یه آرتشی امریکایی به اسم رالف پیترز که الان بازنشسته هستش سال 2006 توی یک نقشه خاورمیانه میدن بیرون در ژورنال Armed Forces که دقیقا شما میبینین نقشه برنارد لوئیس ولی یه مقداری دقیق تر هستش که تمام مثلا کردها یک کشور میشن آذربایجان شوروی، حالا که شوروی نیست، آذربایجان ایران رو جفت کرده، خوزستان جدا شده و شما ببینید که ساحل خلیج فارس هم دیگه من میشه به ایران، چون اینا یک عربستان قلابی که درست میکنن این وصل میشه به مثلا همین کشورهای خلیج فارس که شما میبینید و قطر مربوط میشه سال دومتون، کشوری مثل قطر که شما نگاه میکنین و عربستان سعودی. البته این فقط دوتا از بازیگران هستن، به شدت دارن کمک میکنن و خود حتی روزنامه های مثل میکنم العربیه و الحیات به صراحت دفعه پیش فکر میکنم که با هم صحبت کردیم اینو مطرح کردیم، به صراحت اصلا درخواست میکنن این دولت آرام باید گفت آذربایجان. و حالا یک اسم جدید دیگه هم هست به اسم نقشی کدار، مردکای کدار. ایشون در پروفسور هستن در دانشگاه بار ایلان، من فکر میکنم بار ایلان در یا اورشلیم یا تل آویو باشه، و ایشون اصلا میگن که اصلا کشور وجود نداره در خاورمیانه و عراق که باید تجزیه بشه که موفق شدن، و حتی میگن اصلا ملیتی وجود نداره، سوریهی وجود نداره، لیبی وجود نداره، بعد اینها فقط میتونن با هم همیشه جنگ بکنن و ما خیلی پیشبینی های بزرگی میبینیم که عوض بشه. و اخیرا هم یک نوع باز یک اختراع جدید شما میبینیم سال 2011 فکر میکنم اودد یینون پلاب که یه پروفسوری اتفاقا ایشون مال فکر میکنم باکو هستن و دوان ایران دوست هستن، مهدی داریوش نازمیووا، که قشنگ نوشته بودن که نقشه یینون در واقع ادامه سیاست تجزیه انگلیس برای تمام خاورمیانه هستش. این ما رو میبره به سوال دومتون و متوجه هستم وقت کم هست، سعی میکنم فشرده بگم. چندین گزارش و مدرک هست که دول غربی، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قطر، سعودی، اصلا به قدر پاکستان، اینا همه همکاری میکنن. خوزستانی که ما مطرح کرده بودیم، همونطوری که گفتیم روزنامه های الحیات و العربیه رو دفعه پیش من یادم صحبت کردیم و شما میبینید که در پارلمان انگلیس خیلی افراد عالی رتبه، یه MP به اسم باب راسل، دانیل برت هم که ما صحبت کردیم که پشت سر گروه بریتیش اهوازی فرندشیپ سوسایتی در لندن هستن، بعد شما میبینید که خیلی هم مثلا ماتیو آفورد هستش، MP کنسرواتیو بودن فکر میکنم، ویلیام هیگ ایشون چیز بودن فورن سیکرتری انگلیس بودن، حتی شما یه پتیشن میبینین که 25 تا MP علیه ایران برای به نفع تجزیه طلبان امضا میکنه، همین 2012 بود. چامسکی و بارسامیان یه آرتیکل که دادن بیرون، اصلا فکر میکنم یه کتاب بود که با هم دادن بیرون، چیز بود قشنگ گفتن که کاملا اپراسیون هست در خاک ایران آذربایجان، جاسوسی و سعی میکنن که در واقع دامن بزنن. پان ترکیس در واقع یه اسلحه است که میشه گفت علیه ایران داره پیاده میشه و همجور شما مدرک میبینین هم. و جالب اینجاست که شما میبینین که در خیلی از جراید خیلی عالی رتبه این موضوع فاش شده. میشل چاسدافسکی دانشگاه منچستر فکر میکنم الان هم برای قشنگ فاش کردن که دول غربی و حتی نیروهای مخصوصشون در خاک ایران خیلی میان و دقیقا تمام هدفشون اینه که با تجزیه ایران اینه که خلیج فارس البته دست همین ژئوپلیتیکا بیفته، بعد چیز جمهوری آذربایجان و تمام مثلا مناطق نفخیز اون منطقه،
ایران، یه ایران یه کشور متحد دیگه وسط اینا نباشه، یه سری کشورهای ضعیف و دست نشانده که دیگه ادعایی نداشته باشن. بعد برای اینکه این شما بتونین کارو انجام بدین، باید هویت و تاریخ این ملت بسیار کهن رو در واقع ضعیف بکنین. اورسن که قشنگ یه کتاب نوشت در همین مورد، همیشه میبینین که همینجور شما جرایت میبینین. من دیدم ایجا تایمز همین موضوع رو کرده، ریتر که تو همین کمیسیون سازمان ملل بود برای خلصه‌های عراق فکر میکنم، قشنگ ایشون بعدا متوجه شدن و گفتن اصلا کاملا شمال ایران یعنی آذربایجان ایران و اینا تارگت کردن. سالهای ساله این موضوع، یعنی 2005-2006 حتی جیمز ووزی که قبلا دایرکتور CIA بودش دقیقا همینو گفت، گفتش که چون فارس ها یک اقلیت هستن و دارن حکومت میکنن روی عرب، آذری ها، کرد ها، بلوچ ها و غیره، دقیقا به طور صراحت به این هدف هست. فاینانشال تایمز حتی اینو مطرح کرد که اینا دنبال تجزیه ایران مثل عراق هستن. ساندی تلگراف حتی اینو گفته هستم. گاردین، روزنامه گاردین 2006 حتی گزارش داد که یک نوع مانوری ما بین ارتش انگلیس و امریکا تمرین کردن که از راه قفقاز مثلا بیان اشغال کنن ایرانو. یعنی نقشه حمله برای 2015 گویا بوده، این فاش میشه، این گزارش 2006. واشنگتن تایمز سال 2004 حتی گفتش که نقشه خیلی جدیه برای تجزیه. بلوچستان که البته رول پاکستان به قدری واضح هستش که گروه جندالله رو که ما میشناسیم، پاکستان و عربستان سعودی میشه گفت که به صراحت آدم کش میفرستن که آدم های بیگناه بکشن. این البته هدف تروریست و اختشاش هستش، مخصوصا در کردستان ایران و آذربایجان غربی که اول شما ذکر کردیم. این کاریست که به طور روتین انجام میدن. طرفداری غرب به نسبت پژاکو که ما قشنگ میدونیم، پروفسور کوباس که قشنگ میگه که از یه طرف وقتی که، و پروفسور ایرلک اینم میگه، این نکته اینه که وقتی که صحبت از کردهای قضیه طلب ترکیه میشه اونا تروریست میشن، ولی کردهای ایران اینا رو به عنوان مثلا دموکرات یا افرادی که احتیاج به دفاع حقوق بشر دارن. همطور میبینیم که دو تا استاندارد مختلف هستش. البته خود ترکیه هم به زحمت افتاده، چون خیلی هم کمک کرده به موضوع تجزیه ایران، ولی از اون شمشیر دودمه. البته چون بیشتر کردها در ترکیه هستن و پاسخ اردوان به نظر من که اشتباه، با خشونت بیشتر، هرچی خشونت کنیم بدتر میشه و این یک خطر بزرگیست. استیون کینزر فکر میکنم قشنگ گفت، بله همین رو گفت، گفتش پکاکا رو میگن تروریسته ولی پژاک طرفداری دولت دوبل غرب داره. بعد پس میبینیم وقتی پکاکا سربازهای ترک رو که میکشن در ترکیه اونا تروریست میشن، ولی پژاک در چه سالی اینه البته همیشه هست، این گزارش 2007 و 150 تا سرباز ایرانی کشته میشن و پلیس البته نیروهای انتظامی، این اصلا مطرح نمیشه و اینا رفتن عنوان تروریست معرفی نمیکنن. بسیار متشکر جناب دکتر فرخ. عرض کنم که همطور که فرمودید انشاءالله در یه برنامه دیگری اون سوال سوم و راجع به این همکاری آکادمیسیان ها و دانشگاهی ها برای تخطیه کردن تاریخ ایران در اون زمینه با هم صحبت خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزار که در این برنامه شرکت فرمودید. بنده خدمتون بدرود و شب بخیر عرض میکنم. خیلی ممنون. بدرود. بینندگان عزیز، همونطوری که در ابتدای برنامه عرض کردم، شخصیتی دیگری در این برنامه تشریف دارن، آقای جناب آقای دکتر سعید احمدی که با چهره ایشون بسیار آشنا هستین. ایشون سخنگوی سازمان ایران پاد هستند و یکی از چهره های بسیار بسیار کارآمد و
عرض کنم که مبارز ایرانی هستند و سخنگوی سازمان ایران با. جناب دکتر احمدی تشریف داریم. با پیشکش درودهای گرم حضور جناب دکتر نصر اصفهانی و همه بینندگان گرامی، در پاسخ به پرسش‌های جناب والی با توجه به وقت بسیار کمی که داریم، من خیلی سریع و فهرست‌وار اشاره می‌کنم به مسائل. همونطور که اشاره فرمودید و پرسش اول هست، آقای مسعود بارزانی از تقریبا اواخر سال گذشته مصرانه به دنبال این است که اقلیم کردستان رو یکسره مستقل اعلان بکنند و تشکیل کشور کردستان بدن، و این البته یک زمینه تاریخی دارد که من به سرعت به اون اشاره می کنم. در سال 1970 توافقی انجام شد میان نیروهای کردستان توسط ملا مصطفی بارزانی و حزب بعث عراق، حکومت وقت عراق، و در سال 1991 زمانی که کشور عراق به کویت حمله کرد و آمریکایی ها منطقه پرواز ممنوعه رو در شمال عراق اعلان کردند، فرصت پیش آمد برای نیروهای عراقی که از اون امتیازی که در 1970 گرفته بودند استفاده بیشتری بکنند برای تأمین خودمختاری خودشون. با بروز داعش و اینکه در سال 2004 نیروهای عراقی، نیروهای مسلح ارتش عراق ناگزیر شدند که از کرکوک خارج بشوند و آقای بارزانی به پیشمرگه ها دستور داد که وارد بشوند به کرکوک، در واقع آغازی بود با توجه به اینکه همزمان آقای نتانیاهو هم در اسرائیل از تشکیل یک کشور مستقل کرد استقبال کرد و اون رو اعلان کرد، و به این ترتیب ایشان متوجه این منظور شد که بایستی زودتر دست به کار بشود. اما آنچه به نظر می‌رسد این است که آقای بارزانی و افرادی مثل ایشان دارای یک مشکلات زیادی در پیش رو هستند و با آنچه که تصور می‌کنند و آنچه که واقعیت دارد یک قدری تفاوت وجود دارد. آقای بارزانی همونطور که عرض کردم با توجه به اون دو است که پیدایش داعش در منطقه سوریه و عراق سبب شد که ایشان فکر کند که عراق فروپاشی پیدا می کند، حکومت مرکزی شیعه هست و زیر نظر جمهوری اسلامی و سنی ها هم سهم خودشون رو در این ماجرا می خوان، بنابراین ما چرا در اینجا اعلان استقلال هم. اما با توجه به اینکه مشکلاتی در داخل و خارج وجود دارد و ایشون با چالش های مواجه هست، چقدر این امر امکان پذیر است، این قابل تأمل است. اولا مسئله خودمختاری چیزی است که در عراق پذیرفته شده و اصل اول قانون اساسی عراق این کشور رو یک حکومت جمهوری فدراتیو ولی متحد معرفی می‌کند. بنابراین بر اساس اصل اول قانون اساسی مناطقی می‌توانند در عراق دارای خودمختاری محلی باشند، اما نمیتوانن اعلان استقلال بکنن و این مغایرت دارد با قانون اساسی که خود این آقایون هم به اون اعتراف داشتن و اون رو قبول کردن. بیشتر نظر آقای بارزانی و کسانی مثل ایشان اصل 140 قانون اساسی عراق است که در اونجا تصریح میکند که دولت مرکزی برای مناطقی که دارای اختلاف است با اقلیم کردستان و نیروهای کرد میتواند در اونجا به توافقهایی برسد و اقداماتی انجام بدهد. این به هیچ وجه معنی رفراندوم برای استقلال رو نمیدهد، بلکه بر اساس همین اصلا بود که آقای بارزانی خواهش کرد از سازمان ملل متحد که نظارت بکند برای الحاق کردن مناطقی مثل کرکوک یا فرض فرمود که صلاح الدین به اقلیم کردستان. اما علاوه بر این مسئله اختلافاتی در میان خود کردها هست در درون اقلیم کردستان، به این ترتیب که بارزانی ها و طالبانی ها از ابتدا دارای مشکلاتی با هم بودند که هنوز هم ادامه دارد. البته توافق های حاصل شده است و امروز به نظر می رسد که به خصوص در مورد مسئله همه پرسی به یک توافقی رسیده باشند، یا بر این است که آقای بارزانی
8 سال خودش رو پشت سر گذاشت و بعد اعلان کردن که چون 4 سال اول رو در واقع مجلس بهش این امتیاز رو داده بود و ایشون رو انتخاب کرده بود، پس بنابراین برای دور سوم انتخاب بشود، مردم رأی بدهند و به این ترتیب ادامه پیدا کرده و این مشکلاتی رو به وجود آورده که برخی از احزاب با توجه به گرفتاری‌های مالی و اقتصادی که وجود دارد، با توجه به فسادی که در دستگاه حکومتی وجود دارد، اینها ناگزیر شدند که اعتراض بکنند هم به طالبانی ها و هم به بارزانی ها و در نتیجه اون حزب بوران که به وجود آمده است برای تغییر و تحول به همین دلیل و به همین منظور بوده. به هر روی مسائل اقتصادی، کاهش بهای نفت موزل دیگری است برای اقلیم. دولت عراق در سال 2010 اگر اشتباه نکنم قراردادی با ترکیه امضا کرده است که خط لوله نفتی که از عراق به ترکیه می رود هر مایعی رو که حمل می کند متعلق به دولت عراق است و این برای 25 سال این قرارداد معتبر است و پس از 25 سال هم برای 10 سال دیگر قابل تمدید است. بنابراین همین موضوع مشکلاتی رو برای دولت کردستان به وجود آورده و قرار بر این بوده است که نفت رو دولت عراق بفروشد و 17% سهم اقلیم رو از اون فروش نفت بدهد که البته در دوران آقای مالکی خیلی اشتباهاتیشون کرد و اون اشتباهات هم مزید بر علت شد. به هر روی کاهش بهای نفت و مشکلاتی که اقلیم دارد در فروش نفت خودش علی‌رغم تلاش‌هایی که در چند سال گذشته کردن برای اینکه خط لوله جدیدی ایجاد بکنن و تسهیل بشود در صادرات نفت، می‌بینیم که هنوز مشکلاتی دارد. بنابراین مسائل متعددی در داخل وجود دارد. در خارج اقلیم کردستان یک منطقه است که در واقع محدود است میان قدرت‌های بزرگ منطقه و قدرت‌های منطقه‌ای هم اگرچه گهگاهی ممکن است استقالتی که امروز دولت ترکیه دارد به علت اختلافاتی که با PKK دارد و طالبانی بارزانی ها در این جهت با PKK اختلاف دارند و نزدیک به سیاست‌های آقای اردوغان هستند و یا در سوریه دارای تفکر مشترک هستند، ولی به طور کلی اختلافاتی وجود دارد که در زمانهای مختلف این اختلافات بروز می کنند و کشورهای قدرتمند منطقه به طبع اجازه نمی دهند که اقلیم کردستان بتواند اقدام به یک چنین کاری بکند و کردستان مستقل اعلام بکند، چون منافع استراتژیک اون اجازه رو نمی دهد و مشکلاتی برای منطقه ایجاد خواهد کرد. به اضافه اینکه آمریکایی‌ها همینطور که تصور می شود به این کار امروز دیگر راضی نیستند و تحریکاتی که جمهوری اسلامی در منطقه کرده است در دخالت در کار کشورهای دیگر، به طبع اون کشورها هم به عنوان کشورهای دشمن نگاه میکنن ببینن که پاشنه آشیل این رژیم در کجاست و به طبع در مناطق مرزی در بلوچستان، در خوزستان، در کردستان دست به تحریکاتی زدن، گروهکهایی رو درست کردن، حمایت مالی کردن و اونها هم برای تضعیف جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. اما مسئله اسرائیل در اینجا مسئله جداگانه است. اسرائیل بین سالهای 1963 تا 1975 که قرارداد الجزایر توسط پادشاه فقید ایران و رژیم عراق امضا شد، نقش بسیار فعالی در منطقه کردستان داشت و افراد نظامی و امنیتی اسرائیل به منطقه می رفتن، نیروهای بارزانی رو تقویت می کردن، آموزش می دادن، حتی توپخانه ضد هوایی به اونها داده بودن، چون هدف اسرائیل این بود که کشورهای عربی منطقه رو به هر روی تضعیف بود. با مسئله انعقاد قرارداد 75 این موضوع هم نقش برآب شد، اما اسرائیلی ها مجدداً به اقلیم کردستان برگشتن. در 2004 نیویورک تایمز گزارش کرد که نیروهای اسرائیلی در منطقه هستند، در کردستان ایران، عراق و سوریه تعلیمات چریکی میدهند به نیروهای کرد، که البته سفارت اسرائیل در واشنگتن این رو در واقع کتمان کرد و تایید نکرد، اما در 2006 بی بی سی به نوع دیگری همین خبر رو منتشر کرد. به هر روی ملاقات های میان آقای طالبانی و بارزانی با نخست وزیر اسرائیل انجام شده است. آقای نتانیاهو تصورش بر این است که یک کردستان آزاد میتواند یک کشور دموکراتیک
میانه رو در منطقه به وجود بیاورد، روی بشود برای سایر کشورهای عربی، که البته این هم یک تخیل بیش نیست و گرفتاری های خودش رو به همراه خواهد داشت. اما به هر روی آنچه که امروز در اقلیم کردستان می‌گذرد شرایطی نیست که اجازه بدهد به اقلیم کردستان با آقای بارزانی که علی‌رغم اون خواست باطنی که دارد بتواند به هدفی که دارد نزدیک بشود. به اضافه اینکه باید در نظر داشته باشیم که کردستان، همونطور که پیشتر هم آقای دکتر فرخ اشاره کردند، بخشی از خاک ایران بوده است و اساساً همین کشور عراق در دوران ساسانی سورستان نامیده میشد که یکی از استانهای ایرانی بوده است و بخشهایی داشته است، شهرستانهایی داشته است و همین قسمت اقلیم کردستان هم بخش شمالی اون بوده. در دوران مادها که در واقع کردها بازماندگان مادها هستند، در دوران هخامنشیها، سلوکیها و اشکانیان و ساسانیان، همواره کردستان بخشی از خاک ایران و شاهنشاهی ایران بوده. در اوایل قرن 16 و با بروز حکومت صفوی در ایران، اون اقتدار باز از دست رفته ایران بازگشت و در نهایت جنگی میان شاه اسماعیل و سلطان سلیم در عثمانی در گرفت که شوربختانه منجر به شکست ایرانیان شد و از اونجا بخش عمده ای از خاک کردستان از ایران جدا شد و تبدیل شد به کردستان عثمانی که در زمان شاه عباس بزرگ بخشیش بازگردانده شد. ولی به هر روی پس از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری روسیه، دو نیروی فرانسه و انگلستان قسمت کردستان عثمانی رو بخش کردند، بخشی رو به ترکیه دادن، قسمت عمده اون رو، بزرگترش رو، و بخشی به سوریه و بخشی هم به عراق آمد و به این ترتیب کردستان رو قطع قطع کردن، در حالی که به لحاظ اتنیکی و لینگویستیکی، به لحاظ زبانی و قومی، کردها ایرانی هستند و ایرانی بودن و هر کجا که یک کرد هست اونجا ایران است و به هر روی بیکفایتی رژیم جمهوری اسلامی و فشارهایی که در طی این سالها به همه مردم ایران وارد کرده اند و جنایتهایی که در حق ملت ایران به طور کلی انجام دادن سبب شد که با توجه به دخالتهایی که در کشورهای دیگر کردن و ادامه میدهند و با توجه به مضایقی که در نقاط مرزی کشور به خصوص به وجود آمده است، بیگانگان یک عده‌ای رو در داخل کشور تشویق بکنن، ترغیب بکنن، پول بدهن، حمایت بکنن، جایگاه‌هایی در اختیار اینها در بی بی سی و صدای آمریکا و غیر ذلک قرار بدهن و آگراندیسمان بکنن، یک گروه 3-4 نفره رو به گونه ای معرفی بکنن به ملت ایران که اینها یک گروه بسیار بزرگی هستن که خواهان جداسازی و تجزیه کشور هستن. چنین چیزی نیست و ملت ایران هرگز اجازه چنین کاری رو نخواهد داد. به لحاظ تاریخی آقای دکتر فرخ بسیار دقیق اشاره کردن به این مسائل، من تکرار نمی کنم. ولی به لحاظ سیاسی بایستی عرض بکنم که ملت ایران بایستی آگاه باشد تا زمانی که رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، خطر هر لحظه کشور و ملت ما را تهدید می‌کند و بنابراین راه چاره این نیست که ما در یک نقطه‌ای با هممیهنان خودمون به مقابله بپردازیم، بلکه راه چاره این است که دست در دست یکدیگر در سرنگونی این رژیم شرکت بکنیم. حالا فرض فرمایید که اقلیم کردستان که دارای خودمختاری هم هست فردا استقلال پیدا کرد، آن وقت هست که همین احزابی که امروز با هم متحد هستن فردا پس از استقلال به جان یکدیگر خواهند افتاد و مصیبتی که امروز بسیاری از کارمندان دولت در اقلیم کردستان ماها هست، شاید 18 ماه یا 20 ماه هست که حقوق خودشون رو دریافت نکردن و نیروهای نظامی البته خود استثنا هستند، از محل فروش نفت به اینها یه مقداری حقوقای اونها رو پرداخت میکنن. کشور اسرائیل 77% از نفت خودش رو داره از اقلیم کردستان تأمین میکنه، به تبع منافع خودش رو در نظر میگیره و با دخالت های نابجایی که جمهوری اسلامی در اسرائیل میکنه بدیهی است و طبیعی است که اسرائیلی ها هم عمل متقابل انجام بدن، ولی دودش به چشم رژیم نمیرود، به چشم ملت ایران میرود. بنابراین یک نگرش درست به مسائل، از یک سو رژیم بعث عراق جنایت های بسیاری در حق برادران کرد ما کرده است و اونها هم حق داشتن و در ترکیه همین امروز ترک ها دارن بر علیه کردها
اعمال بسیار ننگینی انجام میدن، جنایت های بسیار بزرگی انجام میدن. همه این مصیبت ها بر این مردمان شریف ایرانی روا شده است، اما راه چاره نه در جداسری است، نه در قطع شدن، بلکه همه اون کشورهایی هم که مثل همین ایالات متحده آمریکا حکومت های فدراتیو رو قبول کردن، به این دلیل بود که تک به تک احساس میکردن ناتوان هستن و برای به دست آوردن نیرومندی با یکدیگر متحد شدن. حالا ما بخوایم عمل عکس رو انجام بدیم، یه کشور نیرومندی که همه اقوامش با هم متحد هستن، اینها رو بشکنیم و حکومت های فدرال درست کنیم. همون پرسشی که جناب عالی فرمودید که نقش آکادمیسیان های خائن در این مورد چیست، همین است که قربان، اینها در قالب روزنامه نگار، در قالب پژوهشگر، در قالب استاد دانشگاه، در قالب نویسنده، روشنفکر و اشکال مختلف به صحنه می آیند و قصد اینها با این مسئله فدرال کردن این است که در نهایت ایران رو تکه پاره بکنن، وگرنه توانمندی همه ایرانیان در اتحاد با یکدیگر است. حتی اگر امروز ما یک اتحاد فرهنگی با برادران و خواهر افغان و تاجیکمون داشته باشیم، در مجموع ما یک قدرت بیشتری خواهیم شد، یا به تنهایی، و بعد به تنهایی توانمندی بیشتری داریم، یا در قطع قطع کردن اون سرزمین نازنین. بنابراین همه این مسائل در جریان است و افکار پریشانی مانند آقای لوئیس و یا کسانی مانند او و یا برژینسکی ها، اینها همه در این جریان بودن که در اجرای نظم نوید جهانی کشورهای جدیدی در منطقه بودن، استعمار خودشون قرار دهند و این سعی رو انجام دادن، اما موفق نشدن و من امیدوار هستم که هرگز هم موفق نشن. سپاسگزارم جناب دکتر رحمدی، مطلب رو به طور کامل بیان فرمودید و به خصوص اون نکته‌ای که راجع به این دانشگاهیان نویسندگان فرمودید که بدون اینکه به حقایق پی ببرند، حالا همطور که آقای دکتر فرخ خواستند در برنامه بعدی ما مفصل راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد، ولی همطور که فرمودید این کردستان بزرگ یه تخیل بیشتر نیست برای این جماعت و به هیچ وجه عملی نیست و حتی بسیاری از کردهای ایرانی هستند که با این برنامه به کلی مخالف هستند. در هر صورت بسیار سپاسگزار در این برنامه شرکت فرمودید، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم به خصوص مسئله‌ای که مطرح شد که نقش آکادمیسیان‌ها و دانشگاهیان در این تخته‌ای فرهنگ کهن ایرانی چیست، در اونجا جناب‌عالی مشارکت بفرمایید. خیلی ممنون، سپاسگزار، بنده خدمتتون، بدرود و شب بخیر عرض می‌کنم. بینندگان عزیز، همونطوری که قبلا عرض شده خدمتتون، اگر نسبت به بیانات آقای دکتر کاوه فرخ یا بیانات آقای دکتر احمدی نظری، پیشنهادی، چه مثبت چه منفی دارین، لطف بفرمایید به این شماره تلفن ها بفرمایید، به خصوص تلفن 650 619 76 23. ما بلافاصله در خدمتتون تماس خواهیم گرفت و بسیار خوشحال خواهیم بود که نظرات شما رو هم بشنویم. من قبل از اینکه مسئله رو خاتمه بدم و خدمت بینندگان خداحافظی کنم، چون بحث ما راجع به کردستان و عرض کنم که نقش جمهوری اسلامی بود، این است که از نظر اینکه یادآوری بشه که جمهوری اسلامی چه نقشی در این کار داشته و داره، در اسلاید شماره 15 ملاحظه بفرمایید که یکی از کارگردان‌های اصلی در این برنامه‌ها اون آقای قاسم سلیمانیه که در اون وسط با اون شاد فلسطینیش دیده میشه و بقیه هم پیشمردگان کرد هستن، که این داستان اینها بسیار مفصله و چه نقشی که قاسم سلیمانی در تشکیل همین اقلیم کردستان و بقیه عرض کنم که حکومت عراق و نقشی که در اونجا داشته، اینو بعدا میتونیم در برنامه بعدی صحبت بکنیم. بسیار سپاسگزار از بینندگان عزیز از توجهی که فرمودید. من مجددا تقاضا دارم که نسبت به برنامه اگه نظری داری بفرمایید و باز هم یادآوری میکنم، از این فرصت استفاده میکنم، این است که
دوباره صحبت آقای دکتر احمدی به این شبکه هایی که به صورت همدلی در ایران ایجاد باید بشه و اون اساس کار براندازی خواهد بود، به این شبکه ها بپیوندید و یا اگر تا به حال تشکیل ندید نسبت به تشکیل اونها اقدام بفرمایید و بتوانید به اگر بشود به ما یه ایمیلی بفرستین، ایمیل شورای نجات ایران به همین ترتیب گفته میشه، عرض کنم که @gmail.com لطف بفرمایید به اون ایمیل بزنید و ما رو در جریان بذارید. بینندگان عزیز، همونطوری که معمول هست تقاضا دارم که اگر نسبت به بیانات آقای دکتر کاوه فرخ یا مطالبی که آقای دکتر احمدی اشاره فرمودن اگر نظر مثبت یا منفی دارید به این شماره تلفن ها ملاحظه میکنید، به این تلفن ها به خصوص تلفن اول 650-619-7623 لطف بفرمایید، نظرتون بفرمایید، در اولین فرصت خدمتون تماس خواهد گرفته شد. عرض کنم که چون بعضی از بینندگان سوال میکنن که این برنامه را ما به چه گونه میتوانیم در ساعات دیگری ببینیم، همونطوری که در اسلایدهای بعدی ملاحظه میفرمایید، بعد از برنامه میتوانید به این وبسایت ها مراجعه بفرمایید، به خصوص worldtv.com، IDFTV و یا همونطوری که قبلا هم گفته شد در آدرس فیسبوک ما و یا سایت کنگره همبستگی یا سایت جبهه هماهنگی مبارزان ایران و چند سایت دیگه که اینجا مورد فرمایید مراجعه کنید. ولی بهترین راهش اولا این www.iranian-democracy-front.co هست، نه .com، .co مراجعه فرمایید و یا از همه به اصطلاح مطمئن تر در تلویزیون پارس هست، پارس تیوی، در اونجا اگر به آرشیو مراجعه بفرمایید برنامه های کنگره همبستگی مثل بقیه برنامه ها اونجا حتما در آرشیو هست و حداقل شما می توانید 12 شماره از اون رو ملاحظه بفرمایید. بسیار سپاسگزار از توجهی که فرمودید. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. جان می گریزی در با